تا حالا فکرشو کردی چرا وقتی یه صدا از اسپیکر پخش میشه ووفر اسپیکر عقب جلو میره و میلرزه؟ فرض کن صدای ما یک شکل موج سینوسی باشه که ما زوم کردیم در حد میلی ثانیه و از نزدیک داریم نگاش میکنیم به موقعیت این شکل موج نسبت به محور افقی در هر لحظه از زمان میگن پولاریتی صدا وقتی پولاریتی صدا مثبت ووفر به سمت بیرون میاد و وقتی پولاریتی منفیه ووفر میاد به سمت داخل بنابراین وقتی این صدا داره اجرا میشه مداوم این ووفر داخل و بیرون میره چرا این کارو میکنه؟ به این دلیل که ما برای اینکه ارتعاش صدا رو احساس بکنیم و بشنویم نیاز داریم یک ماده ای اون ارتعاش رو از منبع صدا که تولید کننده اون ارتعاش بوده برسونه به گوشمون و این کار رو تو محیط عادی مولکولهای های هوا انجام میدن پس ووفر اسپیکر با بیرون اومدنش مولکولهای های هوا رو حل میده جلو و با داخل کشیدن خودش اونها رو میکشه تو و با این حرکت ارتعاش رو انتقال میده به مولکولهای های هوا تا اونا اونو بگیرن و بیان به پرده گوش ما برسونن ما صدا رو بشنویم حالا هرچی ولومو بیشتر کنی اون ارتعاش رو زیادتر میکنه در واقع جلو و عقب رفتنش رو بیشتر میکنه هرچی اسپیکر بزرگتری داشته باشی میتونی ارتعاش بزرگتری رو به هوا انتقال بدی مولکول های هوا رو بیشتر مرتعش کنی و صدای بلندتری رو تولید کنی حالا فاز داستانش چیه اگر عین این رو یه کپی ازش بگیریم و اصل و کپی رو همزمان با هم اجرا کنیم هیچ اتفاقی نمیفته فقط صدا رو کمی بلندتر و هجیمتر میشنویم اما اگه نسخه کپی رو بیایم یک کمی هلش بدیم جلو که به این کار میگن فیز شیفت یعنی یه شیفت زمانی کوتاه توش داشته باشیم حالا این کپی رو با اصلی اگر همزمان اجرا کنیم یک جای این دوتا همدیگر رو تقویت میکنن مثل اینجا اما از یه جایی به بعد این نسخه اصلی و نسخه کپی همدیگر رو تضعیف میکنن چون اینجا ووفر میخواد بیاد به سمت داخل اینجا ووفر باید بیاد به سمت بیرون و این دوتا همدیگر رو تضعیف میکنن اینجا شما مشکل فاز داری توی میکس و مسترینگ و اگر این شیفتی که ایجاد کردی دقیقا به اندازه 180 درجه باشه اون وقت نسخه اصلی و نسخه کپی دقیقا قرینه همدیگه میشن نسبت به محور افقی و صد درصد همدیگه رو خونسا میکنن یعنی دیگه ووفر نمیدونه باید بیاد بیرون یا باید بیاد داخل و بنابراین شما هیچ صدای جز سکوت نمیشنوید حالا اگر دو تا صدا توی میکس ما با همدیگه مشکل فاز دارن چطور میتونیم اونو تشخیص بدیم از طریق پلاگین ها تو کپشن توضیح دادم بخون سوالی داشتی تو کامنت ها بپرس